شب گذشته چهارشنبه 4 خرداد ماه نوید محمدزاده و فرشته حسینی برای اکران فیلم برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی روی فرش قرمز جشنواره کن حاضر شدند. محمدزاده و حسینی که حدود 1 سال است که زندگی مشترک خود را آغاز کردند، در این مراسم و جلوی دوربین عکاسان یکدیگر را بوسیدند. در واکنش به این اقدام، محمود گبرلو، منتقد سینما و تلویزیون، در استوری اینستاگرام خود نوشت: آقا نوید، فرشته خانم، اینجا جایش نبود. برای دیده شدن قرار نیست حجب و حیای ایرانی را زیر پا بگذارید. در نشست خبری این فیلم که امروز پنجشنبه 5 خرداد ماه برگزار شد، محمدزاده در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آن صحنه گفت: درباره آن صحنه باید بگویم که زنم است و دوست داشتم ماچش کنم. به نظرم واکنش‌ها به این ماجرا هم بیشتر مثبت بوده. واقعیتش در دوره‌ای که زندگی می‌کنیم به نظرم واجبه که به عشق احترام بذاریم. در شرایط امروزی آدم‌ها با هم مهربان نیستند، برخورد خوبی با یکدیگر ندارند، حواسشان به یکدیگر نیست. من وظیفه‌ام بود که حتما از کسی که باعث شد زندگی من آرامش داشته باشه قدردانی کنم. فیلم برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی که در بخش مسابقه اصلی 75مین جشنواره فیلم کن حضور داره، بعد از ظهر چهارشنبه 4 خرداد ماه در گرند لومیر سالن اصلی جشنواره روی پرده رفت. پیش از نمایش فیلم، عوامل برادران لیلا روی فرش قرمز جشنواره مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند. فرشته حسینی هم که همراه نوید محمدزاده در جشنواره کن امسال حاضر شده بود، لحظاتی در کنار همسرش ایستاد. تصاویر بوسه نوید محمدزاده، بازیگر شناخته شده ایرانی، و همسرش فرشته حسینی، بازیگر افغانستانی، روی فرش قرمز کن توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد. انتشار عکس بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی بر روی فرش قرمز جشنواره کن جنجالی شده. این زوج عاشق که هر دو بازیگر سینما هستند، پس از ازدواج بارها در برنامه‌های رسمی عشقشان به یکدیگر را به نمایش گذاشتند. اما این اولین بار بود که دست به حرکتی زدند که در ایران خلاف عرف محسوب میشه. فرشته حسینی از مهاجرین افغانستانی مقیم ایران است که سال گذشته با نوید محمدزاده از سوپراستارهای سینمای ایران ازدواج کرده. فرشته حسینی متولد اردیبهشت ماه سال 1376 از پدر و مادری افغان در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش حدود 30 سال پیش به دلیل جنگ از افغانستان به ایران آمده و در تهران ساکن شدند. نوید محمدزاده در 17 فروردین ماه سال 1365 در استان تهران متولد شد. تا 2 سالگی در تهران بود و بعد از آن به ایلام رفت و تا اتمام دوره راهنمایی در آنجا ماند. او دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم عمران می باشد. برای این زوج جوان آرزوی خوشبختی می کنیم و برای دیدن اخبار بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو درباره این ویدیو برامون بنویسید.